به برنامه زیبای درون خوش آمدید. این برنامه چهارشنبه شبها از ساعت 7:30 و یک شنبه شبها از ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. برنامه متنوع متفاوت راجع به هیپنوتیزم و استفاده از نیروهای ماورا طبیعه برای زندگی بهتر. با امید دیدار. با سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حال همگی شما عزیزان خوب و خوش و سلامت باشه. به برنامه زیبای درون خوش آمدید. دکتر گلناز رفائلیان هستم، دکترا در متافیزیکس، انرژی هیلر و سرتیفاید هیپنوتراپیست. امیدوارم که حال همگی شما عزیزان خیلی خیلی خوب باشه و هیچ ناراحتی و گله و خشمی در زندگیتون نداشته باشید. امروز میخوایم راجع به خشم و عصبانیت صحبت کنیم و میدونیم که تحقیقات نشون داده، میدونیم آمارها و همه چیز که عده کثیری از انسانها به دفاتر این هیپنوتراپیست ها هر ساله گرویده میشن برای کنترل خشم و عصبانیتشون و یکی از بدترین چیزهایی که میتونه برای افراد اتفاق بیفته. میدونیم که جهان سرشار از تضادها، اختلافها، تفاوتهاست و همونطور هم میدونیم که جهان اونطوری که معلومه هیچ وقت عادلانه نبوده. پس گاهی اوقات پیش میاد که به خاطر چیزهایی که در زندگی انسانها اتفاق میفته، مثلا انگرشون در میاد، خشمشون در میاد، عصبانی میشن و این به خاطر حالا وقتی که ما توی یک رابطه هستیم، مثل یک رابطه مثلا زناشویی یا خانوادگی و خویشاوندی، وقتی که سر کار مثلا با شرکا یا کارمند و کارفرما یا خواهر و برادر، بچه ها، پدر و مادر و حتی میتونه یک راننده تاکسی باشه یا هر چیزی، هر کسی، وقتی تو یک رابطه شما هستین این اتفاق ممکنه یه موقع بیفته که تضاد به وجود بیاد و رنجش خاطر صورت بگیره و از دست همدیگه ناراحت بشین و کارتون به جهر و بس و زد و خورد و ناراحتی و توهین و فحش و ناسزا و حالا اگه خیلی بدتر هم بخوایم جلو بریم میتونه ناراحتی مثلا بیاد، اتفاق بیفته که دیگه زد و خورد پیش بیاد و حتی تلفن ها ممکنه مثلا به عنوان یک بی احترامی قطع بشه و خیلی ها ممکنه حتی کارشون به ناراحتی و حتی مرگ هم بکشه و قربانی بده. پس چی کار بکنیم وقتی که این چیزها اتفاق میفته، وقتی که خیلی انگر به سراغمون میاد، ناراحتیم و یه موقعی هم بعضی انسان ها از کاه کوه می سازن و چیزها رو بزرگتر می کنن که این همون بستگی داره به اون 8 سال اول زندگی، چون که می دونیم خیلی ها مثلا کسانی رو در زندگیشون داشتن در کودکی، حالا ممکنه پدر مادر بوده و اینها فقط به صورت خیلی مثلا با جهر و بس و با مثلا ظالمانه رفتار میکردن با اینها و اینها تنها چیزی که یاد گرفتن توی رابطه اینه که حرف زور بگن و صداشون رو بلند کنن، از خودشون رو نشون بدن و تنها چیزی که یاد گرفتن همینه، جور دیگه بلد نیستن که توی رابطه با کسی باشن. پس این ژنتیک خیلی مهمه در این زمینه و یک رابطه خیلی خاصی داره با اشخاصی که توی رابطه هستن و ممکنه کارشون به انگر و عصبانیت کشیده بشه. حالا ما میخوایم صحبت کنیم، از همه چیز براتون بگیم، چه چیزهایی
باعث میشه که آدم مورد انگر و عصبانیت قرار بگیره، چه کارهایی باید بکنیم و چیزهای دیگه که الان براتون خیلی قشنگ تا اونجایی که میتونم براتون توضیح میدم. عزیزان من، وقتی که انگر به سراغ ما میاد، علامتش اینه که آدم سرخ میشه، ضربان قلبش بالا میره، گرمش میشه، سردردهای مکرر میتونه داشته باشه، میگرن ها میتونه به سراغشون بیاد، یا اینکه سوء هاضمه، دلدردها، چاقی، سکته های قلبی، عوارض جانبی که میتونه مثلا روی قلب اثر داشته باشه، ناراحتی های پوستی و خیلی خیلی چیزهای دیگه که اگر ما خشم رو در زندگیمون انتخاب کنیم، چون خشم همونطور که میدونین یک پیامده، یک احساسه، یک واکنشه و خیلی راحت میتونه دست خودمون باشه. با هیپنوتیزم که یکی از بهترین چیزهایی که من میتونم بهتون بگم که واقعا من روش قسم میخورم که وقتی که حالا چه شما در مقابل اون شخص قرار بگیرین که انگر داره، عصبانیه، یا اینی که شما خودتون عصبانی هستین، خودتون صداتون رو بالا میبرین، خودتون از یه حالت حالا ظالمانه و مستبدانه کار میکنین، تو رابطه هستین، هر دو رو ما میتونیم کمک کنیم. چطوری؟ اون شخصی که انگر داره، خشم داره، خشمگین میشه و گاهی اوقات مثل گادزیلا رفتار میکنه، ما میتونیم با پست هیپنوتیک ساجستشن بهش بگیم که توقف، ایست، استاپ، و اینو تو هیپنوتیزم انکر بهش میگن، انکر بهشون میدیم و بعد از 21 بار که به این MP3 گوش میکنن که تو هیپنوتیزم براشون ضبط میکنیم و براشون میفرستیم، بعد از 21 روز و بعد از تمرین تو هیپنوتیزم خیلی به راحتی اینو قبول میکنن. خیلی قشنگ، خیلی خوب. و اون اشخاصی که در مقابل این اشخاص قرار میگیرن که گاهی اوقات یعنی دیگه میترسن، اون اشخاص اصلا نمیخوان حرفی بزنن، نمیخوان اون به طرف که حالی مستبدانه داره حرف میزنه و صداشو بالا میبره، نمیخوان حالشو بدتر کنن و فقط گوش میکنن و احساسات خودشونو سرکوب میکنن، هم ما میتونیم یک هیپنوتیزمی بهشون بدیم. و مثلا من کاری که میکنم، انکری که بهشون میدم اینه که وقتی که یک شخصی در مقابل شما قرار گرفته و صداشو بالا میبره و خیلی انگر داره، خیلی عصبانیه، خیلی ناراحته، شما کاری که میکنین توی هیپنوتیزم فقط به یک بچه نگاه میکنین که تانتروم داره، یه بچه بزرگی که یه دایپر پوشیده و پاسیفایر هم تو دهنشه. پاسیفایر همون پسونکه که قبلا ما تو ایران استفاده میکردیم برای بچه ها، حالا نمیدونم اسمش الان چی هست، ولی اینطور توی هیپنوتیزم من میگم. و قشنگ اینا وقتی چند بار به این هیپنوتیزم گوش میدن، دیگه هر چند باری که اون شخص خیلی بدجور با اینا رفتار میکنه و خشمگینه و ناراحته و صداشو بلند میکنه و قال و قیل در میاره و چیز میشکونه و تلفنو قطع میکنه و بی احترامی میکنه، اصلا اینا نمیشنون. خیلی جالبه، خیلی، یعنی یکی از بهترین کارهایی که ما تو هیپنوتیزم میتونم بگم که انجام میدیم اینه که صدا رو میوت میکنیم، کنترل رو میدیم دست شما، میگیم این صدای این بچه رو بیار پایین و اصلا خودت هیچی نمیفهمی توی هیپنوتیزم. و یکی از شاهکارهایی که در هیپنوتیزم ما میتونیم انجام بدیم. پس عزیزان، اگر شما از اون اشخاصی هستین که یه نفر رو دارین تو زندگیتون که خشمگینه، ناراحت، عصبیه، یهو از کوره در میره، یهو گادزیلا میشه، میتونین که بهش ریفر کنین که
هیپنوتراپی بگیره و این انکر رو ما براش انجام میدیم، استاپ ساین رو میاریم براشون و مثلا میگیم یه انکر میدیم، میگیم مثلا وقتی که این کار رو میکنین مثلا دیگه هیچ وقت شما از اون حالت ناراحتی و عصبی میاین بیرون و استاپ ساین رو میبینین، قرمز رو میبینین و دیگه مثل یه آبیه که رو آتیش میریزیم و اون شخص حالت خیلی آرومی به خودش میگیره. خیلی جالبه از این چیزها براتون توضیح میدم که کاش که این چیزها رو من خیلی قدیم ها میدونستم، وقتی که هنوز هیپنوتیزم رو نمیدونستم، هنوز به این شاهکارهاش وارد نبودم، شاید خیلی چیزها بهتر میتونست توی زندگی خودم اتفاق میفته. ولی خب میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، پس میتونیم ما هر موقع تو هر رابطه‌ای که هستیم، اگه اون رابطه برامون واقعا محترمه، اگه برامون مهمه و میخوایم اونو داشته باشیم، میتونیم این چیزها رو در نظر بگیریم، انجام بدیم، یاد بگیریم و این فرصت رو به همدیگه بدیم که عشق واقعا به راحتی به آسونی دست نمیاد و ما 400 سال زنده نیستیم، زندگی دو روزه داره، تند و تند زندگی میگذره، بعد یه مقدار اعتماد به نفسمون رو تو این زمینه بالا ببریم، یه مقدار تحقیقات خودمون رو زیادتر کنیم، یه خورده با هم مهربونتر باشیم و همدیگر رو بفهمیم، مثلا از جانب اون شخصی که واقعا انگریه، ناراحته و به این صورت بحث میکنه، باید از چشمای اونم این دنیا رو نگاه کنیم و حالا یا قسمت ژنتیکش رو بفهمیم یا پدر مادری داشته که با زور همه چیز رو گرفتن و این بیچاره چاره دیگه نداره غیر از یاد گرفتن این مسئله که توی رابطه که هست باید صداشو بلند کنه. و خیلی موقع ها میبینیم وقتی که آدم صداشو بلند میکنه، اخ میکنه، واسه خودش یه قیافه میگیره، اون شخصه که در مقابل ما نشسته یه خورده خودش رو جمع جور میکنه و کوتاه میاد و ریلکس میشه و احساسات خودش رو سرکوب میکنه. متاسفانه که این چیزها سالم نیست، این حرکت اصلا سالم نیست، همونطور که گفتم عوارض جانبی خیلی زیادی داره اگه ما خودمون رو بزنیم به خشمگینی و به ناراحتی و به اینی که ناسزا بگیم و اینا. اون علامت ها رو گفتم که علامت های بیماری های سایکوسوماتیک به وجود میاد و ما نمیخوایم مریض بشیم. هیچ کس عمر خیلی عزیزه، این چند حالا میگن چند روزه که در این دنیای خاکی هستیم، بعد از خودمون به بهترین نحو از خودمون نگهداری کنیم و نذاریم چیزهای کوچیک، چیزهایی که خیلی واقعا مهم نیست، مثل اینکه آه چرا دیر اومدی سر قرار، چرا مثلا تو ترافیک موندی، چرا زنگ نزدی، و بعدم کارمون برسه به قهر و ناراحتی و عذاب وجدان و بعدش هم عذرخواهی، و بعدش هم که گاهی اوقات این عذرخواهی هایی که میکنیم وقتی که حالا مثلا چیزی که تو آتیش انداخته باشن میپریم، مثل این اسفندی که تو آتیش انداخته باشن میپریم، ولی گاهی اوقات انقدر این اعمال و رفتار ناراحت کننده است که مثل اینه که تمام درها رو میبندن، مثل اینکه تمام پلها رو پشت سرشون خراب میکنن و عشق رو به نفرت میکشن. پس عزیزان باید یه مقدار اگر شما تو این قسمت ناراحتی دارین، انگر زیاد دارین، این انگرها متاسفانه زیاد میشن، این عصبانیت ها زیاد میشن، ما مرتب هر روز وقتی که استرسی به ما وارد میشه ما وارد فایت اند فلایت میشیم، یعنی جنگ و گریز. اگر اون شخص مربوط که داریم توی رابطه هستیم، اگر اون پاورش، قدرتش از ما کمتره، ما میتونیم زور بگیم و داد بزنیم و
حرفمون رو به زور به کرسی بشونیم، اگر اون شخص مربوط که با ما تو رابطه است، اگر اون پاورش بیشتره، اگر اون قدرتش بیشتره، پس ما فلایت میریم، تو فلایت که میریم خونه، میریم توی رخت خواب و غیر از اینکه سکوت کنیم کار دیگه نمی کنیم. و این دوتا تبدیل میشه به افسردگی، تبدیل میشه به استراب و دلهوره و نگرانی. پس هر دو صورتش مضر، هر دو صورتش باید استاپ بشه و باید حتما به یک تراپیست رجوع کنیم، این ناراحتی ها رو بگیم، با این چیزهامون کنار بیایم، با این گذشته بدمون کنار بیایم و واقعا یه زندگی خوبی داشته باشیم، یه زندگی خوبی رو انجام بدیم. حالا یه چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که آدم های عصبی باید بدونن که بالاخره یه موقع میرسه که خشم اینها که اینقدر کوبنده است، اینقدر نابود کننده است، بالاخره یه زمانی میرسه که اون شخص مزبور که باهاش توی رابطه است دیگه گیو اپ میکنه، دیگه اصلا نمیخواد بپذیره و باید این اشخاص بدونن که بالاخره یه روزی میرسه که اینها تنها میمونن و تنهایی خیلی احساس خیلی خوبی نیست. حالا بریم ببینیم که افراد میتونن چی کار بکنن در ابتدای اون وقتی که داره اون حالاتشون به انگر و عصبانیت و اینا میکشه. کاری که میتونیم بکنیم اینه که من به همه اون اشخاص که به من رجوع میکنن میگم که همون لحظه اصلا جواب ندید. وقتی که یه چیزی ناراحتتون میکنه اصلا جواب ندید. همینطوری نگاه کنین. ریلکس باشین، نگاه کنین و چند تا نفس عمیق بکشید. نفس عمیق. از 100، شماره 100 معکوس بشبارین بیاین جلو. یعنی بگین 100. 99 98 97 96 95، همینطوری بیاین به 1 برسید. از اون محل دور بشین و یه لیوان آب سرد بنوشین. آب سرد خیلی کمک میکنه. حالا اگه بتونین 2 تا لیوان بنوشین که خیلی بهتر. دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ این آب نبات های زنجبیلی که یه حالت تندی داره همیشه با خودتون داشته باشین، توی کیفتون، توی جیبتون داشته باشین و یه دونه بذارین دهنتون. یه چیز دیگه که خیلی کمک میکنه این گذاشتن یه تیکه کوچولو فلفل توی دهانه. این فلفلایی که اسمش هست واسابی، سبز رنگه و با سوشی معمولا میخورن، یه تیکه کوچولوشو اگه بذارین روی زبونتون میسوزه و انسان دوتا احساس رو با هم نمیتونه داشته باشه، یعنی یا ناراحتی یا این حالت سوزش شدید. خب اینو میذاریم تو دهانمون، یه لحظه صبر میکنیم، اصلا همه چیز فروکش میکنه. امتحان کنین اینو عزیزان، خیلی بهتون میتونه کمک کنه. همیشه گفتم برین لب دریا اگه نزدیک دریا هستین، حالا یا اینکه کارتون اگه نزدیک لب دریاست یا خونتون نزدیک لب دریاست، حتما برین لب دریا. و چون دریا خیلی قدرت خیلی زیادی داره، بگین حرفاتونو، اون چیزی که ناراحتتون کرده، خشمتونو بالا آورده، برافروخته شدین، اینو به دریا بگین. و میتونین همون جا یه صفحه کاغذ بردارین و بنویسین. حالا میتونین فوش بدین، میتونین ناسزا بگین، میتونین بد بگین، هر چی که دوست دارین بگین و اینو مچاله کنین، پاره کنین و بدین به دریا ببره و اثرشو ببینین. واقعا خیلی دوست دارم از اون اشخاصی که
این کارهایی که من میگم تو تلویزیون رو انجام دادن، یا اینکه از کلاینت های خود من هستن و این کارها رو انجام دادن. دلم میخواد بدونم، دلم میخواد فیدبکتون رو بدونم، دلم میخواد ببینم چطوری روی شما اثر کرده. عزیزان، اگر کلاینت من هستین که خب میدونم، میفهمم. اگه در گذشته کلاینت من بودین، خیلی دوست دارم بشنوم ببینم الان در چه حالتی هستین، آیا بهتون کمک میکنه، آیا این کارها رو میکنین، و دوست دارم این چیزها رو به هم بگین، حالا یا در فیسبوک، یا در اینستاگرام، یا در یوتیوب، یا در همین تین تیوی که برنامه پخش میشه. اگر دوست دارین بگین، خیلی خیلی خوشحال میشم که این چیزها رو بشنوم. خب از بحثمون خارج نشیم، دیگه چه چیزایی میتونه کمکمون کنه وقتی که خیلی ناراحتیم و حسابی یه چیزی خیلی اذیتمون کرده؟ اگه پله دارین تو خونتون، بالا برین پایین بیاین، چند دفعه، یه دو سه دفعه اگه با تندی برین بالا و بیاین پایین، خیلی میتونه بهتون کمک کنه. موسیقی با ریتمای تند، موسیقی با ریتمای تند اگه گوش کنین خیلی خوبه. نقاشی، باغبونی، اگه شعر دوست دارین بگین، اگه غذا دوست دارین بپزین. من خودم وقتی که یه چیزی ناراحتم میکنه، خیلی دوست دارم غذا بپزم، میشینم خونه غذا میپزم و مهمون دعوت میکنم. یکی از بهترین کارهایی که آدم میره تو مدیتیشن، غذا پختن و مهمون دعوت کردنه. میگن مهمون حبیب خداست، خیلی هم کار خوبیه وقتی که آدم کسی رو دعوت میکنه و واقعا به نظر من یه بلسینگه. خب یه چیزی که دوست دارم براتون بگم اینه که تو 5 سال آینده اگه یه چیزی ناراحتتون کرده، ول کنین. اگه فکر میکنین 5 سال آینده، 1 ماه آینده، 1 سال آینده، آیا اون چیزی که ناراحت کرده، آیا شما رو همواره تا اون موقع ناراحت میکنه؟ حتما نه. پس ول کنینش، اصلا فکر نکنین راجع بهش و رابطه ها رو خراب نکنین. از همه چی براتون گفتم، راه رفتن، فلفل، موسیقی، بله همه چی رو براتون توضیح دادم. یه دونه خط داریم با اجازه. سلام عزیزم، به برنامه زیبای درون خوش اومدین، بفرمایین. سلام، حالتون خوبه؟ مرسی عزیزم، خوش اومدین، بفرمایین. میخواستم بگم که من وقتی که ماسک میذارم نفسم میگیره. بله، ماسک میذارین چه دهانتون؟ یعنی اینجا ماسک، از همین ماسکای معمولی ها دیگه. بله، مشکی، یه وقت مشکی میذارم، یه وقت مثل مال بیمارستان میذارم از این. اوکی، باشه عزیزم، از روی تلویزیون بشنوین. مرسی از تلفنتون، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. مرسی. خب از ماسک خیلی ناراحتن، از این ماسک گذاشتن. متاسفانه این ماسک گذاشتن هم که فعلا ادامه داره تا ببینیم که خدا برامون چه رقمی میزنه. این ماسک ها اگر پارچه‌ای باشه که خیلی سخت تره، خیلی کلفته و خیلی ناراحت کننده است. بعضی ماسک ها رو من توجه کردم که بهش میگن 95 something like that، اگه اشتباه نکنم، که یه کمی از بینی دورتره. اگه برین توی داروخانه و از اینها، از این جور ماسک ها تهیه کنین، فکر کنم این پرابلمتون حل میشه. خیلی ممنون از تلفنتون عزیزم. حالا یه چیز دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که وقتی که یه نفر یه چیز بدی گفت که شما خیلی ناراحت شدین، خیلی عصبی شدین، خیلی خشمگین شدین و نتونستین خودتون رو کنترل کنین، به یاد خوبیاش بیافتین. حتما یه خوبی هایی داره که شما توی رابطه باهاش هستین. پس بهتره این چیزهایی که نکات مثبت این شخصه روی یک ایندکس کارت 4x6 بنویسین اینها رو و بزنین رو آینتون، و به محض اینکه این ناراحت میشه و خودش رو نمیتونه کنترل کنه، وقتی که ببینه شما هیچی نمیگین،
گاهی اوقات البته بعضی از اشخاص وقتی ببینه که شما هیچی نمیگین، خودش خجالت میکشه و خودش شاید به فکر بیفته که بره کمک بگیره. خب این حالتهای خشمی که براتون توضیح دادم که یک واکنش طبیعیه همونطور که گفتم و یک احساسیه که دست خودمونه، ما میتونیم مثلا همونطوری که مثلا اگر یک پلیس ما رو توی ماشین مثلا خدای نکرده بخواد بگیره و جریمه بده، همونطور که ما میتونیم خودمون رو کنترل کنیم عزیزان، یا اینکه جلوی بچه‌مون حالت خب نمیتونیم واکنش بد نشون بدیم به بچه‌ها، همونطور که خودمون رو میتونیم کنترل کنیم، پس این خشم، این ناراحتی میتونین اگر دلتون بخواد جلوشو بگیرین و میتونین اونطوری مثل گادزیلا نندازین بیرون این حالتهای ناراحت کننده. و یهو مثلا شنیدم که میگن یهو ما رو از ماشین بیرون کرد و نمیدونم غذاها رو از رومیز انداخت بیرون و نمیدونم این چیزایی که خیلی خوشایند نیست. و کسی که واقعا شخصیت داشته باشه به نظر من باید خودشو کنترل کنه، باید این چیزا رو در نظر بگیره و نباید کسی رو آدم هرت کنه. حالا این عوامل میتونه گفتاری باشه، پنداری باشه، میتونه مرسی، میتونه عقاید باشه، چیزای مذهبی باشه، چیزای سیاستی باشه. بیاین با هم احترام بذاریم، با هم دیگه خوب باشیم و مهربانانه رفتار کنیم. خب عزیزان، به انتهای این برنامه میرسیم. خیلی خیلی تشکر میکنم از اینکه توجه کردین به این برنامه و امیدوارم که اگر دوست داشته باشین که بخواین کمک بگیرین، اگر خشمگین و عصبانی هستین، اگر رابطه هاتون به انتها کشیده با اشخاص مختلف، میتونین با من با شماره تلفن 310-248-0220 تماس بگیرین. اجازه بدین در خدمتون باشم با روش هیپنوتیزم. همونطور که گفتم خیلی خیلی راحت میتونین از این ناراحتی، از این خشم، از این واقعا خشم فرو خورده میتونیم کمکتون کنیم. حالا من نمیگم حتما بیاین پیش من، ولی حتما یک هیپنوتراپیست رو در نظر بگیرین. در هر کجای دنیا که هستین میتونین پیش یک هیپنوتراپیست برین. به صورت تلفنی هم من میتونم به شما در اقصا نقاط دنیا وقت بدم، با تعیین وقت قبلی میتونم بهتون وقت بدم و میتونم کمکتون کنم عزیزان. فردا دیره، امروز به خودتون برسید. دنیا دو روزه، همین امروز بهتر و بهتر باشید. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. خواهش میکنم اگر دوست داشتین این برنامه رو لایک کنین، سابسکرایب کنین و شیر کنین برای اشخاصی که میدونین احتیاج به کمک دارن. خدا نگهدار تا دفعه آینده. خدا نگهدار. بای بای. آیا میخواین تغییری تو زندگیتون به وجود بیارین؟ آیا به بن‌بست رسیدین؟ امیدتون رو از دست دادین؟ اخلا با خودتون قهر نکنین. با طریقه هیپنوتیزم، با استفاده از متافیزیکس، من میتونم زندگی شما رو عوض کنم. امتحان کردنش با خودتونه. تغییر زندگیتون با من. حدوداً 8 جلسه در 2 مطب تارزانا و لس آنجلس میزبان شما عزیزان خواهم بود. مشاوره تلفنی در اقصا نقاط دنیا با تعیین وقت قبلی. شاید کلید قفل زنگ خورده دلتون با دستای من باز بشه. کنترل وزن، ترک اعتیاد، اعتماد به نفس، مشکلات کودکان و نوجوانان، مشکلات بین زوجین، افسردگی، دلهوره و نگرانی، انتخاب یک شغل خوب و خیلی خیلی چیزهای دیگه. با امید دیدار.